سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه توی این جلسه قراره در مورد NGIF صحبت کنیم NGIF یه دایرکتیو از نوع استرکچر هستش که میتونید شما از توی دام یه المنتی و یه المانی رو از این طریق حذف یا اضافه کنید NGIF میتونه به صورت true یا false باشه یه دونه کاندیشن حالت یه کاندیشن داره عین همون ایف معمولیه یا این یا اون اینجوری حساب میشه و توی این قسمت میخوایم ما وقتی که اینجا هیچ چی نداریم توی سرچمون این گزینه سرچ ریزالت هم نشون داده نشه تا مادامی که ما بیایم یه دونه کاراکتر اینجا تایپ کنیم و بعدش این سرچ ریزالت فور اینجا برامون نشون داده بشه بریم توی کد من اینجا بهتون بگم که چجوری میتونید این کار رو انجام بدید خب کامپوننتی که ما داشتیم تو قسمت سرچ بود اگه یادتون باشه این سرچ ریزالت فور دقیقا همینی که اینجا هستش من فقط قبلش این ایندکسی که اینجا زده بودیم و من برش دارم چون بهش احتیاجی نداریم پرگردیم به کدمون گفتیم که میخوایم اینجا وقتی که ما آمدیم یه دونه کارکتر اضافه کردیم توی این قسمت اینجا این مرامون نشون داده بشه و توی دام اد بشه و وقتی که نداشتیم هم دام از و نشون داده نشه چیکار میکنیم برای این؟ ما اینجا یه دونه ts فایل داریم و توی این تیس فایلمون یه دونه سرچ تکست داریم من اول میام اینجا رو پاک کنم پشت چیزایی ندارم ببینم که حالی شد میام دوباره توی search.html توی تگ P یه دونه ngif می نمی وقتی که شما انجیف می نویسید چون که از ما directive structure هستش ما یه دونه استار هم اینجا خواهید داشت و یه بار دی اکسپریشنی که هر چی نوع تایپ اسکریپ باشه میتونید اینجا بنویسید اینجا میام براش بنویسم که هر موقع من سرچ تکس هم اشتباه نوشتیم هر موقع سرچ تکس هم خالی بود بر من اونو نشون نده من در این حالت فالسی میگیره نی؟ حالت فالسی میگیره تو این حال که من هیچ هیچ چیزی براش ننوشتم این حالت فالسی گرفته و اینو دیگه نشون نمیده میخوام بهش بگم که هر موقع که من اومدم سرچ چکسم مخالف با امپتی بود برای من اینو نشون نده تا مادامی که من بیام یه کاراکتر اینجا اضافه کنم میبینی؟ واچ وقتی که پاک کنم دیگه اون سرچ رو به من نشون نمیده این تا اینجا اینو فهمیدیم حالا میخوام یه جای دیگه هم این کار رو انجام بدیم و یه ذره بیشتر تمرین کنیم میام تو قسمتی که پروداکت لیستمون بودش اینجا یادتونه یه چیزی رو ما اینجا کامنتش کردیم من ببینیم توی کدمون این قسمت زرده که اومده به تمام محصولات من 75 درصد افتاده و این لیبل رو به همهشون اعمال کرده ولی من نمیخوام این لیبله به تمام این محصولات من اعمال بشه چون که همونجوری که توی این لیست میبینید بعضی محصولات دیسکان دارن و بعضی دیگه ندارن برای این کار ما باید از ngif استفاده کنیم میام چیکار میکنم اینجا یه دونه ngif مینیمسم دوباره این دفعه میام بهش میگم که از توی پرود بیا به من discount price ها رو نشون بده خب اینجا این تا اینجا ngif شرط هم گذاشتم و اینجا هم باید براش یه دونه چون که حالت هارد کد هستش فعلا هیچی بر من تغییر نمیکن می اینجا فقط اومد بر من گذاشت آف گفتش که این شرط فعلا اینجا روی این موارد اعمال میشه یعنی این آف داره ولی یعنی این عدد رو هنوز ننوشتیم ما ولی گفتیم که این محصولات فعلا آف داره همشون نداره برای اینکه بخوایم اون قسمت هارد کدم که این 75 درصد بود اینم درست کنیم چیکار میکنیم بیایم از این پرادی که اینجا نوشتیم یه تونه string interpolation می نویسیم یه prod dot discount یعنی شد 65, 70, 75 اینا عدداشونه که اینجا شما دارید توی این لیست می بینید 140 توی کودم اینجا 140 این عدد دیسکانته ولی من اون پرسنتیج رو می خواهم برای اینکه بخوام اون پرسنتیج رو به دست بیارم و چیکار کنم باید این دیسکانت پرایس رو تقسیم بره پراد داد پرایس کلی کنم این تا اینجای کار باز عدد ما تفاوت حالا میخوام اینو اینو من باید بدم توی پرانتز ضبط از صد کنم شد این عددی که میبینی بیدید هشتاده هفتانیم هفت پنج و این عدد رو از صد کم کنم این شد دوازه نیم در صد آف بیست و دون دو آف میبینید خیلی بده اینه اینجوریه و من نمیخوام این انقدر اشار بکنه همه اینو رو من میذارم توی یه دونه پرانتیس و متد تو فیکسو عد میکنم بهش و صفر میذارم اینجا و میبینید که درست شد سی در آف بیست و دو آف بیست و پنج من میخوام بهش بگم که من میخوام درصد رو به من نشون بگم یه دونه درصدم به این اضافه میکنم میبینید اینجا شد درصد این درصد تخفیش و این قسمت رو انجام دادیم آن برام که جی رو فهمیده باشید چه جوری هستش حالا بیشتر ما تو کود ازش استفاده می کنیم ولی این دوتا دو تمرین انجام بدید حتما براتون جا میفته پس گفتیم که انجیف یه ستارکچر دایرکتیف است که میتونید یه المانی رو از دام از یا اضافه کنید و همونجوری که دیدید با NGF و یه دونه استار قبلش میتونید این عبارت رو شرسی کنید امیدوارم که از این قسمت هم استفاده کرده باشید تو قسمت بعد در مورد NGF ستایل با هم صحبت مرسی خدا